هست که مثلا میهن خودشو بخواد ول کنه به خاطر یه سری از شرایط که هیچ وقت نمیتونه، حتی اجازه بعضی از چیزها رو به ملت خودشون نمیدن که آره مهاجرت میکنم. خب دلت برای شهرت، خانواده، دوستات، آشناهات نه نمیشن. نه خیر ندیدم از اینجا. بالاخره ما یه ریشه یه چیزی داریم تو اینجا دیگه، نمیشه الکی پشت پا زد به هر چیزی که تو ساختی اینجا. حالا بالاخره حالا چه از لحاظ معنوی چه حالا مادی. خب بریم. ببخشید آقا، اگه شرایط مهاجرت داشته باشی بله، اما مهاجرتت بدون به خدای آله بر حالو، اما مهاجرتت بدون بازگشت باشه مهاجرت میکنی؟ این ادامهش شد. خب از اول نمیشه بگیریم، با یه بار دیگه از اول بود. از اول بابا میگه این کم کمش کنید کور شد یکم میشه. شما اگه شرایط مهاجرت رو داشته باشید اما مهاجرتتون بدون بازگشت باشه، بازم مهاجرت میکنه؟ بگو. خب سوال سخته. بازگشت خیلی سخته. بازگشت به خیلی بیشتر باید بهش فکر کنیم، یعنی بدون بازگشت. چون همه توی ایران به مهاجرت روزانه فکر میکنن، ولی اگر بدون بازگشت باشه چی؟ بدون بازگشت هیچ، نه اصلا بری کلا برنگردی، نه بری اونجا کارتو داشته باشی، درآمد داشته باشی، زندگی اوکی برای خود بسازی، حالا هر از چنگایی هم بیای بری، اینجوری خیلی بهتره. یعنی دلت پیش آشناها و خانواده و شهرت هست؟ آره کلا حتما اونو دوست داریم، ولی شرایط اونجوریه که نمیتونیم اینجا زندگی کنیم، ولی بازم دوست داریم بیایم اینجا. پس جواب نه هست اگه بدون بازگشت. بدون بازگشت نه. شما چی؟ بدون بازگشت منم موافق نیستم باشه. بکنم بالاخره ما یه ریشه یه چیزی داریم تو اینجا دیگه، نمیشه الکی پشت پا زد به هر چیزی که تو ساختی اینجا. حالا بالاخره حالا چه از لحاظ معنوی چه حالا مادی. من اوکی نیستم با این که مثلا مهاجرت بکنم و دیگه بر نگردم، پشت به همه چی نمی کنم. نه کدوم انتخاب؟ مهاجرت بدون پایان، یعنی مهاجرتی که دیگه بر نگردم. آره 100%. خب دلت برای شهرت، خانواده، دوستات، آشناها نه نه خیر ندیدم از اینجا. از جامعه خیلی ندید یا خانواده؟ از هیچ که. هیچ که والا. تنهایی میخوای برید دیگه؟ هم تنهایی برم به قهران راحت، ادامه زندگیمو همونجا باشم، همونجا هم بمیرم. امیدوارم که سالیان خوبی زندگی کنی هر جا که هستی. راجع سر مهاجرت انجام میدید؟ من نه. شما چی؟ بر 100%. یعنی شیراز و ایران و آشنا همه رو بل میکنه؟ حتی اقلید هم بل میکنه. شهر که به دنیا آمدی هم بل میکنی؟ همه رو بل میکنه، همه رو بل میکنه، همه رو بل میکنه، فقط میری خارج دیگه. هم اصلا ایران از ذهنت پاک میکنی؟ چرا؟ نه ایران خوبه ولی جای پیشرفت داره. یعنی بدون بازگشت. شما چرا مثلا میمونه؟ بالاخره وطنمونه، نمیشه که بلش کنه، برمیگرده به یه چیزا. اینجا هنوز دل بسته ای، نمیتونی دل بکنی و برس. 100%. 100% مهاجرت میکنن، چون که یه آینده اینجا خیلی بهش بخوای برسی، به هر چیزی که میخوای خیلی طول میکشه. اینکه درآمدزای اینا به سختیه، یعنی بیشتر اون چیزی که درآمد داری باید خرج کنی. یعنی نسبت به کار خودتون میگی؟ من که شغلم تتوه، ولی خب نه آنچنان درآمدی هم نه، چون دست تو کار زیاد شده دیگه، همه بالاخره تتو کار شدن اینا. خب بعد این که بدون بازگشته، این که به شهرتون، کشورتون، خانوادتون، دوستاتون، اون اصلا مهم نیستن. مهم نیست؟ نه من اصلا مهم نیستم، فقط مهم اینه که مثلا یه آینده درخشان داشته باشم، بتونم فرد پس خودت. آره مهم منم بالاخره، فرد پس هم اونا رو بتونم به یه راه یه طریق اونا رو هم بکشونم اونسم، چون که اینجوری به درد نمیخوره. اونام اینجا میمونم، منم اینجا باشم، اونام اینجا باشم، خب همون بدبخت میشیم. حداقل یکی یه جایی برس. بستگی داره خب تو چه شرایطی باشم. شرایطی که الان هست، الان تو همین سن، تو این سن یا موقعی که بخواید مهاجرت کنید؟
خب تو همیستن که نه، ولی حالا اگه خواستم مهاجرت کنم آره. یعنی دوست و آشنا و شهر و این چیزا خیلی نه دوست ها رو به هر مهم هست، ولی خب ترجیح میدم که خانواده چی؟ نه بیشتر اولویتتون خودتون. آره. شما چی؟ من نه با همین شرایط نه مهاجرت میکنم. چی شما رو به اینجا واداشته که بمونید؟ خب هم دوستان، خانواده و اینکه خب مثلا خود شهر اینا. به شهر شیراز هم آره، علاقه دارم. آره. و اینکه مثلا دوست دارم اول مثلا تو ایران خودم برم همه جا رو بگردم فلان اینا، بعد برم یه چیز دیگه. آره دیگه. حالا اینا البته نظری شخصی خودمه. یعنی ممکنه 10 سال بعد مهاجرت آره. کنید بدون که برگردید. آره شاید. ولی الان اصلا. حتی چند سال آینده هم نه. توی کشور ما الان یه جوری شده که هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌کنیم و ما الان هر کاری که کنیم مثل اینکه برده کسی دیگه ایم و از چیزایی که داریم استفاده خالص نمی‌کنیم. اگر بخوام خب سخته، مثلا خانواده هستن، تا کسای دیگه هستن، دوستا هستن، کسی که مثلا میهن خودشو بخواد ول کنه به خاطر یه سری از شرایط که هیچ وقت نمیتونه، حتی اجازه بعضی از چیزا رو به ملت خودشون نمیدن، که آره مهاجرت میکنم. ولی خب برام سخت میشه چون خانواده هست، مشکل خانوادگی زیاده، دل آدم تنگ میشه براشون. اما مهاجرت رو ترجیح میدی؟ ترجیح میدم چون آینده به نظرم اونجا خیلی بیشتر و بهتر میتونه باشه. درست. خط قرمزتون توی زندگی چیه؟ دروغ گفتن. دروغ؟ آره. و خط قرمزتون نسبت به خودتون برای دیگران چیه؟ خط قرمزی برای خودت کشیدی؟ اینکه اگه کسی بخواد بهم کلکی چیزی بزنه منم مثل خودش برخورد میکنم و اینکه مثل خودش رفتار میکنم. آها، یعنی بستگی به طرف مقابلت داره که چطور باشه. دیگه زندگی جور شده که هر کی رفتاری کنه باید رفتار عکسشو ببینه. نمیشه که به هر آدمی خوبی کنی و اون جوابتو برعکس بده. درست. شما قصد مهاجرت داری؟ قصدشو الان ندارم، شاید چند سال دیگه. اگر بگن مهاجرتتون اوکی شده، چیزی که خودتون دوست داری، ولی مهاجرتون بدون بازگشت به ایران و شهر شیراز و در کنار خانواده است، قبول میکنید یا نه؟ نه. بدون فکر نه؟ نه، قبلا بهش فکر کردم. چرا؟ اون وابستگی به شیراز و به شیراز نه ایران. آه شیراز. آه شیراز رو خیلی دوست دارم، نه شهرهای دیگه ایران. آفتاب جنگ شیراز و آره شیراز رو خیلی دوست دارم، ولی بدون بازگشت نه واقعا. آره قبول نمیکنم. بهترین شرایط درسی، شغلی، همه چی هم باشه؟ نه. آره نه. چون مجبورم برای دیدن خانواده‌ام به هر حال برگردم. خانواده و فضای شهر. آره. خیلی هم عالی.